برخلاف ارواح خوب که به حفظ آرامش در خونه کمک میکنن، ارواح شرور و شیطانی بدبختی ها و مشکلات رو به ساکنان خونه به ارمغان میارن و از احساسات منفی و ترس افراد تغذیه میکنن. اعتقاد به وجود جن و روح و شیطان تاریخی به درازای آفرینش انسان داره. به دین و مذهب خاصی هم اختصاص نداره. موضوع این ویدیو علائم تسخیر خونه یا یه مکان توسط ارواح پلید یا جن. اینها اکثرا مکانهای خالی از سکنه رو انتخاب میکنن، اما بعضا وارد خونه و مکان مسکونی هم میشن. وقتی موجود اهریمنی و اجنه در خونه مستقر میشن و به اصطلاح خونه رو تسخیر میکنن، علائمی از خودشون بروز میدن که میشه به وجود اونها پی برد. در این ویدیو علائم تسخیر شدن خونه یا یه مکان توسط ارواح خبیث و اهریمنی جمع آوری شده. صداهای غیر قابل توضیح. در خونه بی هیچ دلیلی صداهایی مثل صدای پا، صدای ضربه زدن، خراشیدن یا زمزمه شنیده میشه، در حالی که هیچ توضیح منطقی برای اونها وجود نداره. نقاط سرد یا تغییرات دما. دمای خونه ناگهان افت پیدا میکنه یا نقاط خاصی در خونه که سردی غیر معمولی داره، حتی زمانی که محیط اطراف گرم. حرکت یا جابجایی اشیاء. بعضی از اشیای خونه بدون هیچ توضیح منطقی یا بدون دخالت انسانی جابجا میشن. اختلال در برق خونه. چراغ ها و لامپ ها مرتباً سوسو میزنن یا خاموش و روشن میشن. همچنین آتش سوزی یا مشکلات الکتریکی در خونه روی میده، در حالی که در سیم کشی ها هیچ مشکلی نیست و نمیشه دلیل مشکل رو کشف کرد. بوهای ناخوشایند. بعضن بوی گندیدگی، مواد فاسد یا گوگردی که منبع اونها قابل شناسایی نیست و بدون هیچ توضیح منطقی میان و میرن. احساس تحت نظر بودن یا ناراحتی. احساس میکنید که کسی یا چیزی دائما شما رو زیر نظر داره یا بی هیچ دلیلی در نقطه خاصی از خونه احساس ناراحتی میکنید. رفتار غیر معمول حیوانات خانگی. رفتارهای عجیب و غریب در حیوانات خونگی دیده میشه، مثل عصبانیت ناگهانی، ترس یا دوری از نقاط خاصی از خونه و یا به چیزی واکنش نشان میدهند که برای انسان قابل مشاهده نیست. اشباح یا سایه ها. اشباح یا سایه های زودگذر از گوشه چشم یا به طور مستقیم دیده میشن، ممکنه در نقاط خاصی از خونه بیشتر دیده بشن. بدخوابی یا کابوس های مکرر. در خانه جن زده ساکنین به طور مکرر بدخواب میشن، دائما کابوس میبینن یا ناگهان از خواب میپرن. جو عاطفی منفی. احساس یه انرژی سنگین، خفقان یا منفی در خونه که ممکنه باعث تنش، مشاجره یا احساس ناراحتی در بین اعضای خونه بشه. آسیب بدنی غیر قابل توضیح. خراش، کبودی یا سایر آسیب‌های بدنی غیر قابل توضیح که به طور ناگهانی و بدون هیچ دلیلی در اعضای خانواده ظاهر میشن. خرابی دستگاه‌های الکترونیکی. دستگاه‌های الکترونیکی مثل تلویزیون، رادیو یا کامپیوتر خود به خود و بدون هیچ دلیلی دائما خراب میشن. اختلالات الکترونیکی. در کارکرد دستگاه‌های الکترونیکی اختلالات مکرر دیده میشه، مثل تغییر فرکانس رادیو، تغییر خود به خودی کانال تلویزیون یا تداخل فرکانس ها و کانال ها و یا قطع لحظه‌ای و بی دلیل اینترنت یا وای فای. احساس لمس یا هل داده شدن. اعضای خانواده ممکنه احساس کنن که توسط یه موجود نامرئی لمس میشن یا هل داده میشن، به ویژه زمانی که تنها هستن، که اغلب با احساس لرز یا سوزن شدن پوست محل تماس همراهه. احساس ترس شدید. اعضای خانواده در اتاقها یا نقاط خاصی از خونه به صورت ناخودآگاه و بی دلیل احساس ترس و اضطراب شدید می کنند. مرگ یا رفتار عجیب حیوانات. ممکنه در حیات یا اطراف خونه لاشه ی حیوانات مرده زیاد دیده بشن. همچنین رفتار حیوانات در اطراف خونه غیر معمولی و عجیب و غریب به نظر می رسه. انعکاس چهره های ترسناک. در آینه یا سطوحی که مثل آینه عمل میکنن، چهره موجودات ترسناک به صورت غیر واضح انعکاس داده میشه یا حتی آینه ها خود به خود میشکنن. تخلیه سریع انرژی و خستگی. ساکنین خانه حتی اگه به اندازه کافی استراحت هم کرده باشن، به صورت ناگهانی احساس بیحالی و خستگی میکنن، البته نه همیشه.
سایه های غیر قابل توضیح در عکس ها. ممکنه در عکس ها یا ویدیوهایی که در خونه ضبط میشن سایه های شبهگونه دیده بشه. رویاهای غیر معمول یا راه رفتن در خواب. بعضن اعضای خانواده رویاهای واضح و آزاردهنده میبینن و با موجودات شرور مواجه میشن، یا اینکه در خواب راه میرن و به کسی یا چیزی آسیب وارد میکنن ولی بعد اون رو به یاد نمیارن. اشیاء معلق یا متحرک. شاهد معلق شدن، حرکت کردن یا پرتاب شدن اشیاء در خونه خواهید بود بدون اون که هیچ دلیل منطقی داشته باشه. احساس بدام افتادن یا قفل شدن. در نقاط خاصی از خونه احساس محبوس شدن یا قفل شدن بدن دست میده، گویی که یه نیروی نامرئی مانع حرکت یا فرار میشه. رویدادهای تکراری. رویدادهای تکراری مثل شنیدن یه آهنگ به صورت مکرر، دیدن اعداد یا نمادهای خاص به طور مداوم هم یکی از علائم تسخیر شدن خون است. گم شدن وسایل شخصی. وسایل شخصی ناپدید میشن و در مکانی دیگه پیدا میشن. وسایل شخصی مثل جواهرات، عکس‌ها یا اشیاء با ارزش به صورت موقت ناپدید میشن یا در جای دیگه خود به خود ظاهر میشن. صداهای اهریمنی. صداهایی شنیده میشه که ماهیت غیر انسانی دارن. این صداها ممکنه به زبانهای ناشناخته صحبت کنن یا جملات کفرآمیز یا تهدیدآمیز به زبان بیارن، یا اینکه به انجام کاری نامطلوب فرمان بدن. اختلال در درک زمان. درک سرعت گذشت زمان در خونه ثابت نیست. اگه چند تا ساعت در خونه باشه، ساعت‌ها با سرعت‌های مختلف کار می‌کنن. به نظر می‌رسه زمان شتاب می‌گیره یا کند میشه، یا حتی در نقاط خاصی از خونه گویی که زمان می‌ایسته. نمادها یا اشیاء اهریمنی. در خونه چیزهایی که مربوط به جادوگری و شیطان پرستی هستند پیدا میشن بدون اینکه معلوم بشه کی اونها رو به خونه آورده. همچنین نوشته ها، نماد ها یا نقاشی های مرموز روی دیوارها، کف یا روی اشیاء داخل خونه دیده میشن. این نمادها ممکنه با عالم غیب یا دنیای مردگان مرتبط باشن. نمادها یا نقش های غیر قابل توضیح روی بدن. نمادها، نشانه ها یا نقش های غیر عادی روی پوست بدن ظاهر میشه. افزایش فعالیت های ماوراءطبیعی در زمان های خاص. در زمانهای خاصی مثل شب، در ماه کامل یا در سالگرد رویدادهای مهم اتفاقات ماوراءطبیعی و غیر قابل توضیح روی میده. پژمردگی گیاهان. درختان و گیاهان در داخل یا نزدیک خونه علارغم مراقبت و نگهداری مناسب پژمرده میشن. ناهنجاری های نوری. مشاهده گویهای نوری، روشنایی غیر معمول یا جرقه هایی که بیدلیل ظاهر و ناپدید میشن. رخدادهای مرتبط با آب. شیرهای آب خونه خود به خود باز و بسته میشن. دمای آب دائما تغییر میکنه یا جایی که خشک بیدلیل خیس میشه یا آب جمع میشه. کاهش سلامتی. کاهش سلامتی جسمی یا روانی از جمله ابتلا به بیماری های غیر قابل توضیح، احساس خستگی مزمن، سردردهای مکرر یا مشکلات دیگه شدت پیدا میکنه. و اختلال در مراقبه یا عبادت. ساکنین خونه در حین انجام مدیتیشن، دعا یا سایر اعمال معنوی با موانع و مشکلاتی مانند عدم تمرکز، افکار گسیختگی یا احساس قطع ارتباط معنوی مواجه میشن و یا اتفاقاتی میفته که باعث قطع مراقبه یا عبادت میشه. با علائم وجود اجنه و ارواح پلید در خونه آشنا شدیم. اگر شما هم علائم دیگه ای رو میشناسید در قسمت نظرات به اشتراک بذارید. موفق باشید.